در طول تاریخ کلاهبرداری های بزرگ صورت گرفته که در هر کدوم از اونها مبالغ بسیار زیادی از جیب سرمایه داران و حتی خزانه های کشور برداشته شده و به غارت رفته. در این ویدیو به چند مورد از باور نکردنی ترین کلاهبرداری ها اشاره می کنیم. شماره 1، حراج امپراتوری روم. طی ناآرامی ها و آخرین روزهای امپراتوری روم، گارد پرتوریان که به عنوان ارتش ویژه و وفادار به امپراتور شناخته می شد، امپراتور وقت رو به قتل رسوند و امپراتوری رو به بالاترین پیشنهاد فروخت. برنده این حراجی فردی به نام جولیانوس بود. یک قیمت به شدت نجومی رو پیشنهاد داد و اون هم 250 قطعه طلا برای هر عضو ارتش بود که در حدود 1 میلیارد دلار از پول امروز. متاسفانه سربازان چیزی رو که متعلق به اونها نبود فروخته بودن. نکته قابل توجه اینجاست که در زمان حکومت همان امپراتور این سنگین ترین کلاهبرداری بود. شماره 2، ثروتمندی که در اوج فقر سر به خاک گذاشت. در سال 1719 جان لوی اسکاتلندی که نابغه علم اقتصاد در اون زمان شناخته میشد، یک شرکت برای توسعه بیابانها و بهره برداری از اونها تأسیس کرد. به اعتقاد او بر این بود که بیابانها منابع طلا و سرمایه هستند که نادیده گرفته شدند و با همین ترفند سرمایه گذاران بزرگ از جمله دولت فرانسه را به خودش جلب کرد. با ورود سرمایه‌های به شدت زیاد به این شرکت، سهام شرکت به قدری رشد کرد که باعث افزایش ارزش پول فرانسه در اون زمان شد. نهایتاً طمع به جان او غلبه کرد و تمام این سرمایه‌ها را دزدید و فرار کرد. این نابغه پس از 9 سال در اوج فقر سر به خاک گذاشت. شماره 3، هرگز قدرت فشار اجتماعی را دست کم نگیرید. سرمایه‌دار ویتاکر رایت، نام‌های برجسته و چهره که اکثراً لردها و خانم‌ها را تشکیل می‌داد، در هیئت مدیره شرکت‌های خود قرار داد. در نتیجه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وی در بین افراد نامدار کاملاً به یک قاعده اجتماعی تبدیل شد. بر این اساس، نام شرکت‌های رایت روی زبان‌ها افتاد و همین موضوع باعث شد مردم و دولت دریابند که این شرکت‌ها سرمایه‌های خودشون رو در زمینه وام به یکدیگر رد و بدل می‌کنن تا همه سرمایه‌ها بدون پرداخت مالیات برداشت بشن. این ترفند برای سرمایه‌داران این شرکت‌ها به قدری در اون زمان کارساز شد که تا سال‌ها بعد از اون یاد می‌شد. شماره 4، فقر 10 میلیون دلاری. چارلز پونزی با کمی تحقیق و بازاریابی فهمید که میتوان کوپن‌های پستی رو با تخفیف خریداری کنه. اونها رو به خارج از کشور ببره و به قیمت کامل بفروشه. او پس از چند سال تعدادی سرمایه‌دار بزرگ رو به سمت خودش جلب کرد و ادعا کرد که کوپن‌ها فقط در مدت 45 روز به سود 50% میرسن. همچنین او ترفندی داشت که باعث جلب سرمایه‌ها شد. بر این اساس که چارلز سود سرمایه‌گذاران اولیه رو از درآمد سرمایه‌های پیشین آنی پرداخت می‌کرد. نهایتاً دست او رو شد و سرمایه گذاران نزدیک به 10 میلیون دلار ضرر کردند. پونزی از کشور فرار کرد و سرانجام در فقر شدیدی درگذشت. شماره 5، سرقتی به بزرگی برج ایفل. در سال 1925 به گوش ویکتور لوستیک رسید که در فرانسه قصد تعمیر برج ایفل رو دارن. او برخی از اوراق دولتی رو جعل کرد که نشون میداد ویکتور مجاز به فروش قراضه های فلزی برج. او موفق شد دو فروشنده ضایعات فلزی رو به دست بیاره و تونست میلیون ها دلار پول به جیب بزنه که الان هم مبلغ دقیق کلاهبرداری او مشخص نشده. سپس او از شهر فرار کرد و به ایالات متحده آمریکا برگشت و در اونجا به عنوان موفق ترین کلاهبردار آمریکا به کار خود ادامه داد. شماره 6، 500 میلیارد دلار صرف زندگی لوکس. تعدادی از مغولان در قرن 20 به چندان سرمایه‌ای رسیده بودند که در زمینه‌های مختلف از جمله شرکت‌های فیلمسازی، روزنامه‌ها، معادن، شرکت‌های تلفنی و راه آهن سرمایه‌گذاری می‌کردند که سرمایه‌گذاری آنها تنها به یک کشور خلاصه نمی‌شد. مغولان به قدری در این سرمایه‌گذاری و انحصارشکنی‌های خود موفق بودند که بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با آنها التماس می‌کردند و پیشنهادهای بزرگ برای اخذ وام می‌دادند. سالها گذشت و نهایتاً در سال 1932 مشخص شد که هیچ سرمایه گذاری از سوی مغولان وجود نداره و تمام اونها فقط به روی برگه های قرار داده. بزرگترین سرمایه گذار مغول در این زمینه پس از اینکه توسط عموم مردم شناخته شد با شلیک به روی سینه خود خودکشی کرد.
بعدها مشخص شد که این فرد فقط 500 میلیارد دلار از سرمایه های مردم رو صرف تجملات زندگی خودش کرده. شماره 7، وصیت‌نامه تقلبی. در سال 1839 یک سرهنگ به نام جیکوب بیکر درگذشت و املاکی به ارزش 3 میلیون دلار در شهر فیلادلفیا از خود به جا گذاشت که در وصیت‌نامه وی تمام این ملک‌ها به شخصی به نام ویلیام کامرون می‌رسید. ویلیام به خاندان و ورثه بیکر پیشنهاد رشوه داد تا تمام املاک سرهنگ فقید رو به اونها برگردونه. او بالغ بر 25 میلیون دلار از اونها اخاذی کرد، به طوری که به هر کدوم قول می‌داد با وارث دیگری این موضوع رو در جریان نذاره. اما یک مشکل وجود داشت. هیچ ملک و پولی از سرهنگ بیکر به جا نمونده بود و او تمام دارایی‌های خودش رو پیش از مرگ فروخته بود. شماره 8، شرکتی که فقط کامیون‌هایش ارزش داشت. باری مینکو هنگامی که شرکت خود رو به عموم مردم معرفی کرد، مرد محبوب وال استریت بود. این شرکت در زمینه شستشوی فرش فعالیت می‌کرد و بر روی کاغذها بیش از 200 میلیون دلار ارزش داشت. اما متاسفانه هیچ شرکتی وجود نداشته و مینکو این 200 میلیون دلار رو از طریق سرقت کارت‌های اعتباری به دست آورده بود. این کلاهبردار در سال 1987 به 25 سال زندان محکوم شد و سرمایه‌های وی به خزانه دولت برگشت و تمام ارزش‌های شرکت چند عدد کامیون بود که 64 هزار دلار به مزایده گذاشته شد. شماره 9، اشتباه کوچکی که 101 میلیارد دلار رو با خاک یکسان کرد. کنلی مدیرعامل شرکت اندرون بود، شرکتی که تقریبا برای 22 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده بود و درآمد سالیانه 101 میلیارد دلاری رو در سال 2000 ادعا می کرد. یکی از حسابداران میان رده این شرکت طی اقدامی آینده سهام شرکت‌های کوچک را در بازار پیشبینی می کرد و به سهامداران اون شرکت این پیشبینی‌ها را به ازای دریافت هزینه می فروخت. این رسوایی فاش شد و نام شرکت اندرون رو در بازار کم ارزش کرد. همین اشتباه کوچک کارمند باعث شد ارزش این شرکت در سال 2002 به صفر برسه. و در نهایت شماره 10، کلاهبرداری که قانون ایالات متحده رو تغییر داد. چارلز کیتینک که افسر نظامی ایالات متحده بود، اقدام به تأسیس چند شرکت در زمینه وامدهی به بانک ها کرد، طوری که مانند بانک ها پول سرمایه گذاران را جذب و اونها را به شکل وام به همدستان خود میداد. چارلز نهایتاً پس از 2 سال دستگیر شد و قوانین ایالات متحده در این زمینه شدیدتر شد. نظر شما چیه؟ به نظر شما کدوم کلاهبرداری از همه جالب تر بود؟